گر خواهی شادی وجد حقیقی عیسی را در دل بپذیر گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند گر خواهی شادی وجد حقیقی ای را در پذیر شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست با دیگران مدارا کنید با دیگران مدارا کنید دوست خوب من آیا تا حالا شده شما با شخصی برخورد کرده باشید که اجازه نمیده شما نسبت به او مهربان باشید؟ آیا تا حالا شده که شما با شخصی برخورد نموده و از صمیم قلب و با خلوص نیت تمام اظهار نظر خوش و پسندیدهای بیان داشته اید اما در جواب اون شخص به شما توهین کرده و یا سعی در خار نمودن شما در میان مردم نموده آیا تا حالا شده که شما از صمیم قلب قصد کمک و محبت به کسی را داشته اید و با وجود تمام سعی خودتون اون شخص شما را متهم میکنه که قصد و هدفتون از خوبی و محبت به او صادقانه نیست و حتما شما هدف دیگری را در سر دارید؟ عزیزان امیدوارم این مطالعه در کلام خدا بتونه به ما ایمانداران به عیسی مسیح یاد بده که وقتی ابراز احترام و محبت و کمک ما به دیگران از اونها به هر دلیل بد تلقی میشه و بهمون به یه شک و تردید نگاه میکنند، اون وقت باید چه کار کنیم و چه واکنشی داشته باشیم عزیزان کلام خدا مملو از تعالیمیه که به ما ایمانداران به عیسی مسیح یاد میده چگونه با همه انسانها مدارا کنیم کلام خدا به ما یاد میده چطور به همه محبت کنیم و به قول ما فارسی زبانان بهترین ها را براشون طالب باشیم. با این وجود مطالعه دقیق تر کلام خدا در مورد این مهم که ما باید به همه احترام بگذاریم دوستشون داشته باشیم و خوبیشون را بخواهیم یه نکته مهم دیگه ای را نیز در عین حال به ما گوش زد میکنه اون نکته اینه که همیشه همه انسان احترام، محبت، کمک و خوبی ما به اونها را از ما نمیپذیرند. بله درسته در طول زندگیمون ما حتما گاهی با شخص یا اشخاصی برخورد میکنیم که نسبت به همه بدبین و مزنون هستند در نتیجه براشون سخته که با آسونی بپذیرند یه نفر بدون هیچ قید و شرطی اونها را واقعا دوست داره و میخواد بهشون کمک کنه و واقعا خوبیشون را خواست داره بارسترین نمونه موجود در کلام خدا ترت شدن خداوند و منجی ما ایسای مسیح توسط انسانهای مذهبی بود. عزیزان انسانهای مذهبی دوروبر ایسای مسیح بر این باور بودند که برای دریافت محبت و کمک از کسی اونها باید به طوری لایق و واجد شرایط باشند. انسانهای مذهبی فکر می کنند، حتما باید اعمال خوبی برای دیگران انجام داده باشند تا دیگران بتونند در مقابل به اونها هم محبت کنند و اعمال خوب نشون بدن و به قول ما خوبیشون را بخواند. انسانهای مذهبی که خدای واقعی، خدای فیض و رحمت الهی او را قبول ندارند، بنابراین فیض و رحمت الهی او را هم تجربه نکرده اند. و به همین دلیل در رابطه شون با خدا هم همین طور فکر می کنند انسان های مذهبی که رابطه با خدا در فکر و باورشون فقط در انجام یک سری مراسم و مقررات دشوار مندرآوردی زایده فکر انسان خلاصه میشه همیشه فکر میکنن که خدا وقتی میتونه به اونها محبت کنه، دوستشون داشته باشه که اونها تمامی مراسم و مقررات دینی و مندراوردی که به اونها باور دارند را مو به مو و دقیقا انجام داده باشند. چقدر قمنگیزی که انسان فیض و رحمت خداوند برای او را نشناسه بهش باور نداشته باشه و اون را تجربه نکنه یک چنین انسانی نه تنها زندگی خودش را در راه انجام مراسم مذهبی به بتالت میگذرونه نه تنها با خدای واقعی مهربان رابطه شخصی و صمیمی نخواهد داشت بلکه متاسفانه ابدیت خودش را هم به دور از خداوند در جهنم او به سر خواهد برد عزیزان بارسترین نمونه محبت، رحمت، فیض، خوشنیتی و ایثار برای بشریت ایسای مسیحه عیسی مسیح خدای در جسم ظاهر شده بود که به این جهان آمد زندگی کاملا بیگناهی را بر روی این کره خاکی در میان انسانها به نمایش گذارد و سرانجام هم برای پرداخت تاوان گناهان انسان دور از خدا از روی فیض و محبت بیمانندش برای انسانها جان خودش را داوطلبانه بر روی صلیب جلجتا هدیه فرمود دوست خوب من ایسای مسیح که به خوبی میدونست همه انسان ها نمیخوان محبت بی قید و شرط او را براشون بپذیرند ایسای مسیح که به خوبی میدونست همه انسان ها نمیخوان فیض الهی او را دریافت کنند و میخوان به انجام مراسم مذهبی خودشون مشغول باشند ایسای مسیح که به خوبی میدونست در مقابل تمام خوبی های او حتی بعضی از انسانها با او به ستیز برخواهند خواست شاگردان خودش را هشدار داد و راهنمایی نمود عیسی مسیح به وسیله هشدار و راهنمایی خودش به شاگردان به این وسیله به اونها هشدار داد که به خاطر ترد شدن از طرف دیگران به خاطر اینکه دیگران نمیخوان پیام فیض، رحمت و محبت خداوند برای اونها را بپذیرند، دل شکسته و ناامید نشند. به همین جهت عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل ده و آیه شانزده به شاگردان خودش فرمود هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که شما را رد کند در واقع مرا رد کرده است و هر که مرا رد کند خدایی را که مرا فرستاده است رد کرده است آمین به عبارت دیگه خداوند و منجی ما عیسی مسیح داره به شاگردان خودش میگه از دیگران توقع نداشته باشید که پیام خدا را از شما بپذیرند و اگه بعضی از انسانها نپذیرفتند عصبانی دلشکسته و ناامید نشید عزیزان خداوند فقط عوض کننده قلب هاست فقط خداونده که قادر تا خودش را فیضش را و خواستش از انسان را به اونها بفهمونه عزیزان کمی بعد پولس رسول هم در همین راستا در راستای تشویق و تقویت ایمانداران به ایسای مسیح در صورت مخالفت دیگران با اونها راهنمایی بسیار مفید دیگری را به اونها داد پولس رسول در رومیان فصل دوازده و آیات هفده و هجده می‌فرماید: هرگز به عوض بدی بدی نکنید طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید در آیه هجدم پولس رسول می فرماید با هیچ کس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به برید آمین عزیزان وقتی راهنمایی پولس رسول را در رومیان فصل ده و آیات 17 و 18 با دقت بیشتری مطالعه می کنیم متوجه می شیم که در اون دو تا شرط وجود داره شرط اولی اینه که میگه با هیچ کس جر و بحث نکنید عزیزان می دونید هیچ کس یعنی چی؟ یعنی هیچ کس یعنی هیچ انسانی خیلی پیش اومده که شخصی از شخص دیگه پیش من گله کرده که آره من دستم را تا آرنج اصلی کردم در دهان فلانی گذاشتم و او به جای قدردانی و تشکر از من دست من را گاز گرفت یا که دی به من گفتند به فلانی نمک دادم و او به عوض تشکر از من نمکدون را شکست اینها ضرب المثل های که ما مرتب در مورد کیفیت روابطمون با انسانهای دیگه به کار میبریم دوست خوب من ما ایمانداران به عیسی مسیح باید برای داشتن روابط صلح با دیگران قبول مسئولیت کنیم شاید اصلا ما نمی دستمون را توی دهان کسی می کردیم حالا چه اصلی چه هر چیز دیگه ای؟ یا شاید هم نمیباید به کسی نمک می دادیم. شاید اصلا نمک براش بد بوده میدونید منظور من چیه؟ منظور من اینه که نباید بی دلیل و بدون هدایت خداوند توی زندگی کسی دخالت می کردیم. بنابراین خود ما هم باید در به وجود آمدن تنش بین ما و دیگران کاملا قبول مسئولیت کنیم. دوست من به راهنمایی پولس رسول برمیگردیم. عرض شد که پولس میگه با هیچ کس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر برید به نظر من منظور پولس رسول از گفتن تا آنجا که ممکن است اینه که ما باید به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح در هر امری از او و نمونه زندگی او پیروی کنیم دوست خوب من ما ایمانداران به عیسی مسیح حال روح خداوند روح القدس را در خودمون داریم ما باید از او در تمام جوانه به زندگی پیروی کنیم باید به ندای وجدانمان که خداوند در ما نهاده گوش کنیم و تا آنجا که ممکنه با هیچ کس جر و بحث و دعوا و مرافعه نداشته باشیم عزیزان اگه با بکاربری صحیح تمامی این کمک های الهی خداوند به ما باز دیدیم که شخص مخاطب ما سر سازگاری نداره و در صدد برپا کردن آشوب و دعواست اون وقت باید موقعیت را کاملا به خود خداوند بسپاریم باید بگیم خداوندا تو خودت از نیت قلب من آگاهی تو خودت میدونی که من برای حفظ صلح با این شخص تمامی تلاش خودم را به کار بردم اما موفق نشدم خداوند من این موقعیت دشوار و پیچیده را به تو تسلیم می کنم خداوندا به من و به شخصی که باهاش صحبت می کنم آرامش بده خداوندا به من صبر و حکمت بده و مرا حفظ کن خداوند از تو درخواست می کنم تا روح آرامش و محبت الهی خودت را بر این شخصی که از من عصبانیه بریزی خداوند خودت را بر او مکشوف کن محبت بیمانند خودت را به او نشون بده در نام عیسی مسیح درخواست می کنم آمین دوست خوب من بعد از اون سعی نکنیم باز خودمون حرف بزنیم یا به نوعی سعی در تغییر شرایط داشته باشیم باید بگذاریم خدا توی اون شرایط و قلب و فکر اون شخص خدایی کنه دوست خوب من در خاتمه این مطالعه میخوام یه بار دیگه یادآور بشم که اگرچه ما گاهی خودمون رو را در رابطه با انسانهایی میابیم که ادامه دوستی و رابطه با اونها را برامون غیر ممکن میکنند اما باز ما باید در پیروی از خداوند و منجی خودمون رفتار کنیم و متوسل به تعن زدن، ستم، ظلم و بیرحمی به مخاطب ناعادلمون نشیم دوست خوب من زمانی که انسانهای مذهبی خداوند و منجی ما عیسی مسیح را بیرحمانه و به طرز بسیار فجیعی مصلوب نموده بودند او چند لحظه قبل از فدیه جان خودش به طور داوطلبانه بر روی صلیب فرمود ای پدر این مردم را ببخش زیرا که نمیدانند چه میکنند عزیزان در انجیل لوقا فصل 23 و آیه 34 مطالعه می کنیم بله دوست من خداوند ما زمانی که او را ناعادلانه بر روی صلیب مصلوب کرده بودند فرمود ای پدر این مردم را ببخش زیرا که نمیدانند چه میکنند عزیزان میدونید یکی از دلایلی که ما ایمانداران به عیسی مسیح باید دیگران را ببخشیم و حق خودمون را مطالبه نکنیم چیه اینه که ما باید در تمامی زندگی خودمون فقط خداوند و منجی ما من عیسی مسیح را جلال بدیم دوست من وقتی من و شما به عنوان ایماندار به عیسی مسیح در صدد گرفتن حق خودمون از دیگران نباشیم وقتی در صدد جر و بحث با دیگران نباشیم وقتی در صدد بدی کردن به عوض بدی دیدن از دیگران نباشیم وقتی در تمامی کارهامون صادق و درست کار باشیم و بالاخره وقتی که ما با تمامی مردم در صلح و صفا زندگی کنیم دیگران عملکرد خداوند در ما و وفاداری ما به او را میبینند و اینطوره که نام خداوند جلال پیدا میکنه بله در این صورته که دیگران هم مشتاق میشن تا خداوند عیسی مسیح خدای فیض محبت رحمت و بخشش را بشناسند به او ایمان بیارند و رستگار بشند عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه با خداوند گفتگو کنیم خداوند از تو سپاس گذارم که مقدر فرمودی من امروز به این پیام تو گوش کنم خداوندا ممنونم که به من گوش داده ای تا بتونم بشنوم و مغز داده ای تا به شنیده های خودم از تو فکر کنم خداوند پیام تو امروز مرا به خودم آورد من همیشه در صدد گرفتن حق خودم و حتی بیشتر از حق خودم از دیگران بوده و هستم. خداوند به من کمک کن تا انسان عصبی مزاج، پرتوقع، خودخواه و شروری نباشم. خداوندا مرا به خاطر لجبازی ها و مشکلاتی که برای دیگران به وجود آورده ام ببخش. ای خداوند به من کمک کن تا من هم همه کسانی را که به نوعی برام مشکل درد و رنج به وجود آورده اند از صمیم قلب ببخشم خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم که نمونه عالی و کامل محبت رحمت و فیض را به من نشان داده ای خداوند عیسی مسیح از تو درخواست می کنم با روح مقدست به من کمک کنی تا بتوانم در زندگی خودم و هر جا که هستم و با هر کسی که روبرو می شوم نام تو را جلال بدهم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا بتونم محبت و بخشش تو را نه تنها به دیگران بیان کنم بلکه بتونم در زندگی خودم عمل کنم خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم از زندگی من برای جلال نام خودت و انجام اراده مقدست استفاده کن در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. شنوندگان عزیز با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح فیض و آرامش الهی او همواره با شما